اما یه نکته دیگه من بگم. یه نفر پرسیده آقا این واژه آبستن که شما میگید که به جای حامله باید به کار برد و الان فرهنگستان باردار رو به کار برده، خانم باردار میگن، این آبستن یعنی چی؟ این آبستن فارسیه؟ بله فارسیه. این اصلا از اون نمونه هاییست که میگم زبان فارسی یعنی زبان کلاسیک زبانیست که باید واژش ریشه داشته باشه. ببینید در زبان هخامنشی پسر رو که یعنی فرزند نر رو، فرزند نرینه رو فرزند میگفتن، گفتن پس، پس یعنی فرزند. دختر رو میگفتن این مادر خانواده دیگریست، یک انسان مورد احترام هم هست، قبولش هم دارن همه چی، ولی مادر خانواده دیگری میشه. بنابراین این پس ما نی، فرزند ما هست ولی مال ما نی، مال کس دیگر. الان هم همینطوره، دختر رو شوهر میدن میره خونه شوهر دیگه. ولی تا چندی پیش که هنوز وضع معیشت زیاد سخت نبود، پسرها که زن میگرفتن عروس رو میبودن خونه شون، یعنی خانواده میشد تبار و زیاد میشدن. بنابراین وقتی یک زنی باردار میشد میگفتن خب یه فرزندی در تن داره، بهش میگفتن آپستن، یعنی فرزند به تن دار. آ یعنی داشتن، آ یعنی تعلق گرفتن، اینا در دستور زبان هخامنشی بود. پس هم که فرزند، تن هم که تنه. بعد این پس ها همه شد پس، همه شد پس. پسیان به زهدان زن میگن، یعنی بچه دان، شد پسیان. پسیان یعنی بچه دان. بعد خود پسر که گفتم یعنی پسر، بعد پستان، ببخشید پستان، حالا یاد آقای عالی مقام افتادم، پستان یعنی عضوی که مال پسه، مال فرزنده، برای شیر میخوره ازش، زندگیشو ادامه میده. پدرها مواظب باشن. بروی پس دو نشانه زبان کلاسیک ما داریم، یک گذشت زمان، دگرگونی و له شدن در زبان پدید نیاره. هزاران زبان در درازای تاریخ از میان رفته ولی زبان ما مونده، برای اینکه ریشه داره. دو واژه هاش همه ریشه داره. عربی طور نیست، عرب میدوزه ز لغت، میدوزه، من به صراحت میگم میدوزه، میاد بنیاد رو از ما میگیره، دالش رو ور میداره، نون میذاره، بنیان میشه، ازش بنیان میسازه دیگه، بنیه عربیه. خب دوزیده زبان رو، اون ریشه نداره. شما اگه به عربه بگی بنیه یعنی چی، نمیتونه بگه، میگه بنیان میان. خب بنیان ریشش کجاست؟ فارسیه. از این ده ها داریم ما. قوسیدن، قوتیدن رو کردن قوته، با تینش کردن، این دزدیه. قوتیدن فارسیه یعنی فرو رفتن در چیزی. اولا این قوتیدن کرده قوسیدن و ازش قواس ساخته. قواسه دیگه به اصطلاح خودش عربیه. اینا زبان هایی هست که ریشه ندارن. حالا بشینید رو اطلاع زبان شناسی نداره، میگه زبان فخیم عربیه، زبان باوقار عربی، فارسی گنگه. آقا عرب پ چ ژ گاف نمیتونه بگه، اون فصیحه، ولی منی که همه الفا رو میتونم در زبان فارسی به کار ببرم، من گنگم، من عجمم. مسخره است.
اونا بدبختانه کسانی میان راجع به زبان صحبت میکنن که زبان نمیشناسن. تو میگی چی؟ آقا زبان عربی نبود اصلا فارسی فصیح نمیشد، دست و پای فارسی رو شکستم. فارسی همه چی داره. حالا سرور مسعود از آریزونا، وقتمونم خیلی کمه، پرسیده لوشیدن یعنی چی؟ من لوشیدن نشنیدم. نگاه میکنم ببینم چیزی به نام لوشیدن جایی پیدا میکنم، هفته آینده پاسختون رو میدم. آقای فریدون نیکنهاد، سرور فریدون نیکنهاد پرسیده فریدون یعنی چی؟ فریدون در اصل آفریدون بوده، بعد شده فریدون، حالا میگن فریدون. فریدونه یعنی آفریده بزرگ و برتر. بعد آقای پرسه، آقای جلال پرسه دیوس یعنی چی؟ صد بار گفتیم چه علاقه دارن به این لغت. دیوس یعنی عربیه، یعنی مردی که میدونه زنش از جاده پاکدامنی بیرون رفته ولی به رو خودش نمیاره، اینه بهش میگن دیوس. با سه نقطم هست. با دیوس اشتباه نشه. بعضی ها گفتن بر من نامه نوشته آقا دیوس اسم سردار ایرانی بوده که با عربا میجنگیم. آقا اون دیوس نبود، اون دیوس بوده با سینه، حالا سر هم نوشته شده اونجا غلط نوشته شده، اینو باید جدا نوشت. دیوس یعنی دی یعنی خدای روشنایی، وس هم یعنی وش یعنی شبیه، دیوس یعنی شبیه خدای روشنایی. خب سواد پایینه ما چیکار کنیم؟ شما اشتباه میخونی من چیکار کنم؟ بعد یک پرسش سرور مهدی از فلوریدا پرسیده مقام یعنی چی؟ نمیدونم منظورش اینیست که آیا مقام درسته یا مقام، یا اینکه مقام یعنی چی. به هر حال مقام پرسیدن چون پیش هم گذاشتن. مقام یعنی جای اقامه، جای ایستادن. مقام اون موم یعنی محل. خلاصه من جای ایستادن فارسیش میشه پایگاه. مقام یعنی پایگاه. و پرسش شگفت‌آوری سرکار خانم منیره از نیویورک کردن که زبان جامعه کلیمی در همدان و اصفهان و کاشان چه زبانی؟ زبان عبریه تا اونجا که من میدونم، چون من که زبان عبری نمیدونم، زبان یهودی نمیدونم که. من تخصصم پیشرفتم کارم رو زبان فارسیه، چه فارسی امروزی چه فارسی پهلوی، چه پهلوی ساسانی چه فارسی امروزی. بنابراین من نمیدونم خواسته این خانم منیره چیه که اینو میگه. از اتاق فرمان نوشتن که وقت پایان یافته، بنابراین من باز سال نو مسیحی رو به همه هممیهنانمون، به همه آمریکایی هایی که میزبان ما هستن، به ما خانه دادن، سرزمین دادن، دفاع میکنن از ما. اگر اینها نبودن الان همین اوباشی که مرتب دارن با آقای چیز آقای مهندس سپر کلنجار میرن و فوش میدن و فقط ایشون پسشون بر بیاد، فقط مهندس سپر پس اینا بر بیاد، اینی که ازش خواهش کردم که اون پاسخ بده. بنابراین اینا اگر آمریکایی نبودن همه ما رو میکشتن. به همین دلیلم شما گریختین اومدین اینجا، یا به دنبال دانش اومدین برای که جلوی دانشتون رو میگرفتن، یا به دنبال آزادی اومدین برای که آزادیتون رو میگرفتن، یا برای حفظ جانتون اومدین برای که میکشتنتون. بنابراین سال نوی ترسایی رو هم به ایرانیان مسیحی و به هم به میزبانان آمریکاییمون شاد باش میگم. تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش و پاینده ایران. شعور رو حالا کلیسا بعد از 200 سال پس از تولد عیسی اعلان کرد که بله در این 24 دسامبر عیسی زاده شده.
در 272 سال پس از زایش میترا. بنابراین شب یلدا شب زایش میتراست، چون 272 سال ایرانی ها جشن میگرفتن تازه عیسی متولد شد. 200 سال بعد از عیسی تازه کلیسا گفته که 24 دسامبر کریسمسه و زایش عیسی. به این کاری نداریم، به این کار داریم که چون هم میهنان ما پیرو این مرد هستن، پیرو این انسان براستی آشتی دوست و آشتی طلب هستن، این شب رو اونها شاد باش بگیم. خب ما در کشوری هم زندگی میکنیم که کشور ترساست، کشوری است که پیرو عیساست. بنابراین به احترام این کشور همچنین باز زایش مسیح رو شاد باش میگیم. مرد بزرگی بود، یکی از شاعران میگه عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، کی کشته کی کشته کرا کشتی، تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. به هر روی هر مرد بزرگی که در هر گوشه از جهان راهنمایی های رو به گردن گرفته و گروهی رو به پیروان خودش درآورده، اگر حرفی زد که درست بود باید پذیرفت. منگر که میگوید، بنگر چه میگوید. چامه خودم رو در این شب، یعنی واپسین برنامه سال کهن ترسایی 2015، به چامه ای که چند روز پیش مرد بزرگ مبارز ایران عالی مقام یا همون حالو از درون زندان، ببینیم یاد بگیریم، از درون زندان این شعر رو فرستاده، نه برای من، برای اون کسی که فرستاده بود، اون بیدرنگ برای من ایمیل کرد. میگه شایعات حضرت ملا رو باور میکنیم، شایعات حضرت ملا رو باور میکنیم، حرف مفت و زرزر و لیچار رو باور میکنیم. زهر دادند و به ما گفتند داروی شماست، زهر دادند و به ما گفتند داروی شماست، ما شفای عاجل بیمار رو باور میکنیم. شیر در حبس است و زنجیری به دست و پای او، جنگل و سلطان و کفتار باور میکنیم. معنی جمهوری و آزادی گفتار را، جمهوری اسلامی استقلال، آزادی جمهوری اسلامی، آفرین، عجب، نه استقلال داریم، همه چیزمون نوکر روسا و چینی ها و نمیدونم سوریه و غیره، نه آزادی داریم نه گفتار داریم، نه آزادی گفتار داریم. معنی جمهوری و آزادی گفتار را از زبان چوبه های دار باور میکنیم. بلبل و قمری و مرغ عشق را گردن زدند، ناله های جغد و
قار و غار را باور میکنی. زنده رود و کرخه و کارونمان از یاد رفت. معجز چشم علی در غار باور میکنی. منکر الوند و کوه بیستونیم و سهند. منکر الوند و کوه بیستونیم و سهند. برجک زندان پس دیوار باور میکنی. برجک زندان پس از دیوار باور میکنی. آب دریای ارومیه چه شد؟ هامون کجاست؟ حوض مسجد شاه در بازار باور میکنی. نزد کرده سکه ای در آب حوض انداختی. نزد کرده سکه ای در آب حوض انداختی. وا شدن های گره در کار باور میکنی. جای پندار خوشو گفتار و کردار نکو، اونی که زرتشت گفته، گفتار و کردار و پندار نیک، جای پندار خوش و گفتار و کردار نکو، خدعه های واعظ مکار باور میکنی. جای پندار خوش و گفتار و کردار نکو، خدعه های واعظ مکار باور میکنی. چشم ها و گوش ها بسته به سیما و صدا، تلویزیون دروغگوی معروف جهان، از خر دجالتان اخبار باور میکنی. میگن خر دجال همه خبرهای دروغ رو پخش میکنه. لاله های واژگون بسیار و بسیارند، ما از زبان چکمه ها آمار باور میکنیم. خرده ای و با خون دیگه، خرده ای و منکری، خرده ای و منکری، ما خروس و دمب را، نه که سوگند تو را هر بار باور میکنی. خرده ای و منکری و ما خروس و دمب را، نه که سرگند تو را هر بار باور میکنی. اصل کاریش درون جیب شلوار شماست، خروسه رو میگه. آنچه بیرون مانده از شلوار باور میکنی. ما گرفتار خرامات و این خرافات، ما گرفتار خرافات و تلسم و قفلتی، ما گرفتار خرافات و تلسم قفلتی، عکس را در ما حالووار باور میکنی. بی خیال شعرهای طنز حالو می شوی، چرت و پرت شاعر دربار باور می کنی. چرت و پرت شاعر دربار باور می کنی. درود بر چنین دلاوری که در زندان چنین می سراید. من نمی دونم الان بگم که مهندس سپر آگهی رو پخش کنه یا نه. بذارید من یک پرسش جالب شده از من، این رو من بگم و بعد آگهی پخش میشه و بعد تلفن ها رو باز میکنیم و دوستان میتونن شد. اون آقایونی که میخوان فوش خوار مادر بدن، اونا بدونن که تلفن مستقیم پخش نمیشه، جیگرشون کباب شد، همطور بمونن. سرور احمد و سرکار پریچهر چمنجوی، مثل که یا دو خواهر برادرن یا یک زن و شوی هستن. سرور احمد و سرکار پری چمنجوی میپرسند
چالاک، واژه چالاک، این رو حتی میتونید بنویسید، چه و الف، لام و الف و کاف. پرسیدن واژه چالاک آیا واژه فارسی است یا نه؟ اگر پارسی نیست، پارسی این واژه چیست؟ و اگر پارسی است، معنای راستین واژه چالاک چیست؟ حالا خودتونم فکر کنید ببینید واقعا چالاک خیلی به کار میبرید، ولی یعنی چی؟ و اصلا از چه ریشه اومده؟ پاسخ: واژه چالاک یک واژه فارسی است. این که روشنه. نه تنها یک واژه فارسی است، بلکه ریشه در زبانهای دیگر هند اروپایی هم فرستاده، یعنی از زبان ما به اونجا هم رفته. و من هم اکنون در پاسخ این دو بیننده ارجمند، یکی سرور احمد و دیگری سرکار خبانو پریچه چمنجوی، پاسخ میدم. نخست، همان گونه که بارها و بارها گفتم، برای شناخت راستین یک واژه بکوشید که واژه رو باز کنید. همیشه اگر خواستید یک واژه رو ریشه‌یابی کنید، واژه رو بازش کنید، که البته این مسئله بیشتر به واژه شناسا مربوط میشه، نه واژه شناسای عمیق، اونها که خب ممکنم تو بدانم، واژه شناسایی که تا اندازه کار کردن روی واژه، اگه واژه رو باز کنن بهتر میتونن بفهمن که چی. یا کسانی که دستی در ادب و فرهنگ ایرانی دارن، در زبان دارن، میتونن این کار رو انجام بدن. چالاک تشکیل شده از ریشه چال به اضافه آک یا اک، یا فرق نمیکنه، الف و کاف. پسوند الف و کاف برآورنده معنای فراوانی است. ببینید خود پسوندا که برخی آنها را در پیوند با چال کاربرد پیدا میکنه، نه همه، نه اینکه معنی فراوانی بده، نه، معناهای فراوانی است. یعنی یه معنا دو معنا نداره، معناهای فراوانی رو این پسوند آک می‌سازه. حالا مثال میزنم، من نمونه هایی از اون رو براتون میارم که ببینید چگونه این آک میچسبه به واژه پیشش. اولا تنها کاری که میکنه به ریشه فعل میچسبه، این اک، الف و کاف. خوراک، پوشاک، سماک، دماک، حالا همین رو براتون توضیح میدم، خاشاک، سوزاک و و و. در همه این پیوندها پسوند آک که به اینا میچسبه به این ریشه های فعل معنی شایستگی میده. مثل چی؟ خوراک یعنی خوردنی. شما چه بگی؟ خور رو بغلش آک بذاری، چه خور رو بغلش، یعنی مصدر خوردن رو یه بذاری، هر دو چه معنی میده؟ خوراک یعنی خوردنی، پوشاک یعنی پوشیدنی، سماک. ببینید اصل لغت در زبان فارسی سماکه، که بعد ما اومدیم، عرب ها که اومدن، حالا خیال کردن سماگه، گاف نداشتن، سماغ گفتن، حالا با گاف هم نوشتن چون غیر ندارن. ما اومدیم از همون عربه که لغت ما رو دزدیده، اومدیم و معتقدیم که این سماغ با قافه. نه آقا جان، انگلیس ها درست فارسیشو میگن، میگن سماک، یعنی سمیدنی، یعنی ساییدنی. میبینید این میوه باید ساییده شه، اون پودر ترشش و جالبش جدا میشه، مثل پودر میشه، میریزن روی چلو کباب و غیره میخور. خب پس
سماک شده سماق ولی با غین بنویسید نه با قاف. دوم دماک، اینم درست شبیه سماکه، اینم دماغ کردنش. همین بینی رو که شما میگید این اسم پارسیش، یه اسم دیگهش بینیه، ولی دماغ هم فارسیه، چون این دماک بوده یعنی دمنده، نفس کشنده، عضویست که در صورت شما نفس میکشه، دماک، و شده دماغ. اشکالی هم نداره، چون هم با غین مینویسید، هم غین هم فارسیه و هم خود لغت فارسیه. و خاشاک که خاشه یعنی پره های کاه، یعنی به هوا، این چیزی که خاش اصولا یعنی چیزی که باد بلندش کنه، خاشاک یعنی باد بلند کردنی. حالا در همه این پیوندها پسوند آک رو که براتون گفتم معنی شایستگی رو به اون ریشه فعل میده. خور، خوراک، پوش، پوشاک، دم، دماک که همون دماغ، سم، سماک یا سماق، و حالا میرسیم به چالاک. این سوال پیش میاد، خب چال چیه؟ چال بای فعله؟ بله، چال ریشه فعل چالیدنه، اسم مصدر فعل چالیدن هم میشه چالش. شما چالش شنیدید؟ بسیار زیاد. چالشگران یعنی کسانی که اهل جنگیدن و فعالیت و جستجو و زبر و زرنگی هم. پس همین چالش رو که گفتم ریشه در زبانهای دیگه هم داریم، واژه چالش از زبان فارسی رفته به انگلیسی شده چالنج. این چالنجی که انگلیسا میگن همون چالش ماست. خب پس چال معلوم شد که ریشه فعل چالیدنه. چالیدن یعنی چی؟ چالیدن بسیار معنا داره، معناها همش هم فارسیه. از آن میان چالیدن به معنی جنگیدنه، چالش هم همون جنگیدنه، پایداری کردنه یعنی همون مقاومت کردنه، کوشیدنه، فعالیت کردنه، زیرک بودنه، و اسم مصدر چالیدن هم که گفتم چالش. و اما چال معنی زیرک هم میده، فلان کس چالاکه، زیرکه، تند و تیزه، زرنگه، هوشیاره. مولوی میگه جسم خاک از عشق پر جسم خاک از عشق پر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. حافظ میسرایه در مذهب طریقت خامی نشان کفر است، در مذهب طریقت خامی نشان کفر است، آری طریق و دولت چالاکی است و چستی. منوچهری میگه این طربناکی و چالاکی او هست کنون از موافق شدن دولت یا بلحسنا. خب میبینیم وقتی که اینو بررسی میکنیم میبینیم عجب دنیای زبان فارسی. پریشب در میان برخی از دوستان نشسته بودیم، خب بسیاری از دوستان اونایی که اهل ادب هستن و شعر، به علت اینکه پایه های کارشون رو در درازای مدتی که درس خوندن بر روی واژه های تازی لغت های پیچیده عربی گذاشتن و در دانشکده ها و دانشگاه ها از همین لغت استفاده کردن، علاقمند به واژه تازی هستن. جستار در گرفت دو سه نفر از اینها طرفدار لغت های عربی بود. گفتم من ضمناً دارم سخن میگم،
کسانی که پرسش‌هایی دارن، اگر پرسش‌هایی دارن درباره واژه‌های دیگه، به اتاق فرمان میتونن زنگ بزنن، واژه رو بپرسن. دوست ارجمند من آقای مهندس سپهر ثبت میکنه اینو، برای من میاره، من پاسخ میدم. ولی اینجا روشن نمیکنم که اینا فوش خوار مادر ندن، دلشون بسوزه، جگرشون کباب شه. حالا من احترام، من که خوشم میاد وقتی فوش میدن، میفهمم که این آتیش گرفته، اما به احترام دختر بچه ها، پسر بچه ها و خواهران و مادران همه ما، دهان اینا رو اینجا بستیم. حالا این داستان در سر مسئله زبان بود، بحث در گره. خب دوستان صمیمی من بودن، مورد احترام من بودن، استاد بودن، قبولشون داشتم، سلیقه شون این بود. یکی از اونا گفت آقا زبان ابزار انتقال اندیشه است، اگر شنونده نفهم شما چی میگی، اون زبان ناقصه. بنابراین اینا که میان سره حرف میزنن، اصل زبان رو از بین بردن، صفت زبان این صدا بردن، گوش میدادن. بعد گفت زبان پارسی یه همچین زبانیه، ما نمیتونیم واژه های تازی رو از زبان حافظ و عربی بریزیم بیرون، از سعدی و غیره بریزیم بیرون. بعد که سخنش تموم شد، خب خیلی شنونده زیاد بود، گفتم کاملا من با شما هم باورم. اینی که فهمیدید؟ گفتن بله. به همین انگیزه من با اونایی که میان با کنشگران فلانی که در زمینه این پساوندان ابر فلان بیسار چیز میشن، ما سر چالش و ستیش و فلان داریم اینا، من با اونا موافق نیستم. من با اونا موافق نیستم. اما اول ببینیم زبان کلاسیک چیه. از دیدگاه زبانشناسی انجمنی در 80 سال پیش در یونان برپا شد، از زبانشناسان دنیا، از زبانشناسان گیتی. اینها پس از 10-20 روز گفتگو و جستجو، سرانجام 4 زبان رو زبان کلاسیک دانستن. گفتن این 4 زبان در جهان زبان کلاسیکه. زبان کلاسیک حالا چیه؟ نخست این که این زبان از صده های هر زبانی، حالا هنوز اسم نبردن که 4 زبان کلاسیک چیه، این 4 زبان، یعنی زبانی رو ما میگیم کلاسیک که از صده های بسیار بسیار کهن تا امروز ساختارش دگرگون نشده. یعنی تمام اینا که من میگم فارسیه، همه تون هم پی میبرید چی میگم. از چند صده پیش تا حالا، من چرا بگم قرن؟ خب صده رو که میشنسی. چرا بگم استرکچر؟ میگم ساختار. خب میدونید. چرا بگم تغییر نکرده؟ میگم دگرگون نشده. این کار که اشکالی نداره که. خب یاد بگیریم، کار کوچیکی نیه، کار ساده ای نیه، اما میارزه، میارزه. به هر روی نمونه آوردم، گفتم 700 سال پیش، 800 سال پیش سعدی اومده کتاب نوشته. خیلی خوب، اکنون هر بچه دبستانی میخونه توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنم بابا. البته این فردوسی گفته، حالا فرقم، حالا من مال سعدی رو میگم. بعد فردوسی
1100 سال پیش اینو گفته. هنوز کودک ایرانی میفهمه یعنی چی. اما انگلیسای امروز، انگلیسی حرف زنای امروز کتاب شکسپیر رو نمیفهمه، برای اینکه زبان انگلیسی زبان کلاسیک نیست. زبان کلاسیک زبانی است که گذر زمان تازیانش نتونسته کمر اونو خم کنه. حافظ میگه زلف خوی کرده و آشفته و خندان لب و مست، نیم شب مست به بالین من آمد بنشست. 700 سال پیش گفته، الان هر کی بخونه میفهمه یعنی چی. اینو میگن زبان کلاسیک. بنابراین میبینید زبان کلاسیک زبانی است که قدرت استقامت و پایداری رو در درازای زمان داشته باشه. این یک سر. دومین صفت زبان کلاسیک، واژه هاش رو اگر ریشه یابی کنید به ریشه میرسید. ولی زبان غیر کلاسیک رو وقتی واژه رو ریشه یابی کنید یه هم اینید پوکی. نمونه برات بیارم. ما میگیم مادر، این واژه رو باز میکنیم، گفتم واژه رو باز کنیم، میشه ماد فتح بر ره، مادر. اینو میگیم ریشه یابی میکنیم، میگیم یعنی چی؟ چرا به این عضو زاینده و میانی خانواده که بالا پدر پایین فرزنده به این میگن مادر؟ برای اینکه ماد، مای، مایه، ماده، همه اینا یعنی زاینده. میگن این جانور ماده است، یعنی میزان. به خمیر نان مایه میزنیم، مایه در درازای 10-20 دقیقه تمام اون طبق رو، تمام اون لاوک رو ترش میکنه. باکتری ها میزان، میگن این مایه است، این زاینده رو زدیم بهش. مایه یعنی زاینده و ریشه اصلی. پس ماده، مایه، مادر، ماد. مادها به خودشون میگفتن ما مادیم، یعنی زاینده ایم، ما اصلی هستیم، ما اولی هستیم، ما میانی هستیم. اینایی که اومدن یعنی پارس ها و پارت ها و غیره، اینا پرتوی هن که بعد شد پهلوی، یعنی کناری، که حالا پارسی داری میگه پهلویی، پهلویی یعنی کناری. این لغت ریشه داره. انگلیسی نمیتونه اینو بگه. انگلیسی چجوری میاد بگه مادر؟ همه هرچی بگه باید راجع به فارسی صحبت کنه. پس فارسی گرفته، پس میشه زبان بیریشه. اون آقایون میگفته آه زبان انگلیسی زبان تکنولوژیه، همه انگلیسی میدونن. آقا همه انگلیسی میدونن صفت پسندیده یک زبان از دیدگاه زبانشناسی نیست، اون سوار تکنولوژی شده، اون مدیون قدرت تکنولوژیش. بله یاد میگیریم، میریم یاد میگیریم. یارو هر زبانی میشه رفت یاد گرفت، مهم نی. من همیشه گفتم هر زبانی که یاد بگیریم دو نفری، سه تا زبان یاد بگیریم سه نفریم، همینطوری. به هر صورت، یا پدر به انگلیسی بگی فادر، فادر ریشش چیه؟ نمیتونه بگه. ریشه فادر همون پادره. برادر ریشش همون برادره. داتر ریشش همون دختره. حالا به یه ایرانی بگو، یه لغتشناس البته، بگو دختر یعنی چی، ریشه یابی کنی بریم چیه. فوری میگه فرزندان ماده، فرزندانی که پسر نبودن
اونایی که پسر بودن در خانواده ها روش جنگاوری و غیره و غیره و غیره رو بلد بودن، باید یاد میگرفتن، از سواری، شکار، غیره. ولی اونی که ماده بود تو خونه به دخت و دوز مشغول بود، بنابراین به اون گفتن دختر، یعنی کارش دختنه. یا میرفته دامداری و شیر و بز و گوسفند و گاو و غره رو شیر میدوشته، پیش بودن دوشیزه، کارش دوشیدنه. ببینید ریشه داره لغت. زبانی که ریشه داره لغتاش زبان کلاسیک. یه اصفهانی پاشده رفته انگلستان، اول حالی که من میگم مثلا قرن دوم تاریخ انگلستان، گفته این بهتر درد از اون بهتر، همین بهتر شده بهتر، همون بهتر خواسته بگه. انگلیسه میگه بهتر یعنی بهتر، و فارسی گرفته. در همون دوری که انگلیسی میگه از در ما گرفت، از در فارسی گرفته. و و و و بعد خب پیش از اینکه ما به این پرسش ها جواب بدیم،